بذارین من اول یه مقدمه براتون بگم از هدف طولانی زمان ناسا که یک دو دهه هست 20 سالی هست که دنبال این کار هستن و احتمالا این تحقیقات تا چندین دهه دیگه هم ادامه خواهد داشت و اون اینه که آیا در کهکشان ما کره دیگه هم مشابه به کره زمین وجود داره یا نه؟ خب ما که میگیم مشابه به کره زمین منظورمون چیه؟ دو تا چیز، یکی اندازه و یکی از نظر موقعیت. بریم سر اولی که اندازه است. کره زمین الان از لحاظ وزن و حجم طوری هست که اینقدر قدرت جاذبه داره که این اتمسفیر دورش رو به خودش نگه داره. اگر خیلی کوچکتر بود قوه جاذبهش کم بود و اتمسفیرش میرفت، دور زمین نمیموند. اگر خیلی بزرگتر از کره زمین بود، موقعی که این کره داشته شکل میگرفته، اینقدر گازهای به خاطر بزرگیش اینقدر گازهای دیگه هم به خودش جلب میکرده که میشده به جای زمین یه چیزی شبیه مثلا کره مشتری، یه کره گازی بزرگ. بنابراین سایز مطرحه و ما دنبال کره های دیگه میگردیم که تقریبا حول و حوش سایز کره زمین باشن. این از اولیش. دومیش این که دور هر خورشیدی یک زونی، یک منطقه وجود داره که بهش میگن منطقه قابل زیست، یعنی اون کره نه خیلی به خورشیدش نزدیکه که آبش بخار بشه بره، نه اینقدر دوره که آبش یخ بزنه و جامد بشه، و اونو بهش میگن منطقه محیط زیست که ما کره زمین دقیقا توی اونجا هستیم. وینس نزدیکش هست، شاید یه وقتی هم بوده حالا دیگه نیست، و مریخ هم نزدیک ده، و ما درست وسط اون منطقه زیست هستیم برای خورشید خودمون. حالا اگر پیدا بکنیم کرات دیگه ای که کره های دیگه ای که اینها از لحاظ سایز مشابه زمین باشن، از لحاظ موقعیت هم قابل زیست باشن، لزوماً این نیست که اونجا حیات هم وجود داره. اون میشه مسئله بعدیش. اول شما اون کره مشابه زمین رو پیدا بکنین، بعد میتونین پیدا بکنین که خب حالا که تمام شرایط لازم وجود داره، آیا محیط اونجا حیات هم وجود داره یا نه. ما میدونیم توی کهکشان خودمون که بهش میگیم ملکی وی یا راه شیری، 400 میلیارد خورشید دیگه مثل خورشید خودمون وجود داره. بعضی وقتا شب که به آسمون نگاه میکنیم ما میگیم ستاره، همه این ستاره ها خورشیدن، دور هستن، ما کوچیک میبینیمشون، ولی اگه نزدیک بهشون بشین شبیه خورشید خودمون هستن. ما همیشه میگفتیم که خب مگر میشه تو این 400 میلیارد فقط یه دونه خورشید خودمون مثلا یک منظومه از کره ها باشه که دورش حرکت میکنه و بقیه اصلا نداشته باشن هیچی؟ خب از لحاظ آماری این قابل چیز قبول قبول نیست، ولی بالعکسش هم چیز نداشتیم. ما شواهدی نداشتیم که بگیم که به طور مطمئنن، نه از لحاظ آماری ما دیدیم کره های دیگر رو دیدیم. چرا این چیز رو نداشتیم؟ به خاطر اینکه خورشیدها اینقدر پرنور هستن که موقعی که شما دوربینتون یا تلسکوپتون رو جهت هر خورشیدی بدین، اینقدر نور وجود داره که شما دیگه اجرام کوچیکی مثل کره که دورش بچرخه اونا نمیتونین ببینین. مثال براتون بذارم، شما اگر یک هلیکوپتری تو فضا توی آسمون داره رد میشه و درست مقابل خورشید هست، اگر دوربین عکاسیتون رو بردارین جهت خورشید و بخواین عکس بگیرین، عکسی که در میاد انقدر پر نوره از نور خورشید که دیگه هیچ دیگه معلوم نیست. همینطور هم هست با تلسکوپ های بزرگ که شما سعی میکنین که به خورشید ها و کره های دورشون نگاه کنین. بنابراین
ما همیشه دنبال شواهد غیر مستقیم بودیم، یعنی اینکه آیا ما یک اعمالی به وجود میاد به وجود میاد که ما توسط اون بفهمیم که ممکنه یه پلنتی داره دور یه خورشید میچرخه. از تمام تلسکوپ هایی که نگاه میکنن دنبال این کار هستن، بهترینشون و مفیدترینشون همین تلسکوپ کپلر هست که سال 2009 لانچ کردیم و تا حالا یه چیز نزدیک 3300 تا کره چیز کرده، یعنی اجرامی که میتونن کره باشن، و از اون قسمت بعد یه چیز نزدیک 2300 تاشو چیز کرده. الان دیگه مطمئنن، یعنی با probability 99% ما میدونیم که اینها کره هستن. حالا چه جوری این کارو میکنه؟ اگر خونده باشین یه هفته پیش این کره مرکوری، فکر کنم میشه عطارد، مطمئن نیستم، مرکوری از جلو خورشید خودمون گذشت. یعنی اگر که شما توی زمین بودین میتونستین ببینین که این مرکوری داره از جلو خورشید میگذره. حالا طوری که کپلر کار میکنه اینه که میگه که من اگر که به یک ستاره خیره بشم و یک کامرایی داشته باشم خیلی خیلی حساس، موقعی که یک کره ای از مقابل اون خورشید بگذره، خب طبعا یه مقدار از نورشو میگیره دیگه، یه مقدار نورشو بلوک میکنه موقع اون کره جلو خورشید هست، و اگر که دوربین من خیلی حساس باشه، من متوجه میشم که برای یک مدتی نور اون خورشید یک کمی خیلی کم چیز کرده، افت کرده، و توسط اون میفهمم که یک کره ای هست که دور اون خورشید داره میچرخه، و در اون موقع که من بهش نگاه میکردم مقابل خورشید بوده، یعنی بین دوربین من و خورشید بوده. اینو بهش میگن ترانزیت متد، و این نوعی هست که کپلر اینها رو این کره ها رو کشف میکنه. این یه خلاصه هست، اینه که الان تو این هدف طولانی زمان اینه که ما پیدا بکنیم که آیا زمین دومی هم وجود داره و آیا تو این زمین دوم هم حیات وجود داره، این یک تحقیق طولانی چندین دهه خواهد بود که ما اوائل اون مسافرت هستیم به اصطلاح، ولی خب خیلی حالا بیشتر امیدوار شدیم و با تلسکوپ های مجهز بزرگتری که در آتیه ساخته خواهند شد، این تحقیقات خیلی زودتر و مفصلتر هم انجام خواهد گرفت. متفاوت بودنش با تلسکوپ های دیگه همین دوربین بسیار دقیقش هست که میتونه این افت کوتاه مدت خورشید های دیگر رو دیتکت بکنه. داره اون هنوز زود هست، یعنی اینکه ما الان داریم یک اینونتوری میسازیم از سیاره هایی که گفتم مشابه به زمین هستن، و بعد از اون ما تلسکوپ های دیگه به فضا میفرستیم که روی همین تعداد معدود که شبیه زمین هستن روی اونها توجه بکنن. دوباره این که ما یه وقتی بتونیم بفهمیم که آیا اینها کره های مشابه زمین آیا حیات روشون هست یا نیست، به این طریقه که موقعی که این کره ها مقابل خورشید خودشون هستن، نور اون خورشید از جو یا اتمسفیر اون کره رد میشه و پیش از که بیاد توی دوربین ما، اگر که در آتیه یک تلسکوپ هایی بسازیم که اینقدر دقیق باشن، تیف سنج داشته باشن، ما متوجه میشیم که اون نور خورشیدی که از جو اون کره رد شده پیش از که به کره ما برسه، بعضی از امواج توی جذب میشن
بستگی به ماهیت جذب اون کره، جذب اون میشن و به ما نمیرسن و ما به طیف اون نور خورشیدی که به ما رسیده، ما میبینیم تو در یک قسمت های در یک ویو لنگ هایی اون نور به ما نرسیده و ما توسط اون میفهمیم که اون جو از چی ساخته شده، جو اون کره از چه مواد شیمیایی ساخته شده و توسط اون میتونیم حدس بزنیم که آیا موجودات زنده در اون کره وجود دارن یا نه. به همین دلیل که اگر یک کسی یک سیویلیزیشن دیگه به کره زمین ما رو نگاه بکنه، خیلی راحت میفهمن که توی جو ما اکسیژن وجود داره، توی جو ما متین وجود داره. با توجه به اینکه توی جو ما این اکسیژن و متین وجود داره، اینا میتونن حدس بزنن که یک حیاتی توی کره زمین هست که این مواد رو میفرسه به جو خودش. و البته اون حالا فکر میکنم یک 10 سالی حداقل تا ما بتونیم یک تلسکوپی بسازیم با اون تیف سنج دقیق طول خواهد کشید.